من چیزی گفتم، می‌خواستم یه جمله آخرش رو بگم و خلاصه در هر صورت محمود روح‌الامینی بود که دکتر روح‌الامینی از بنیانگذاران مردم شناسی ایرانه، همون گنج‌علی خان و بعد از همون مهمتر این اولین ساختمان دانشگاه تهران که الان در کنار ساختمان برنامه بودجه هست درست کرده. بگذاریم، در هر صورت ردیف اینا وایساده، من وایسادم. بعد محمود روح‌الامینی به من گفتش که بند کفشت باز شده، کفشم بندی بود، باز شد، این میره زیر پات میخوری زمین، این درستش. من خم شدم بند کفش مثلا. عجل اومد اونجا، عجل با یک به سرا با یک مسلسلی اینجوری رگبار بس به همه اینا، همه اینا ریختن پایین. من وقتی بلند شدم بند کفشم بستم، دیدم تک تنها هم رفتن و موندم و این عکس هست و خیلی جالبه، من تنها کسی هستم که یاد بود و عکسم. این خواستم بگم، اینم قصه یه عکس هست، همه چیز در همه چیز قصه هست. ولی ایشون درست گفتن. من برای نوشتن شما که غریبه نیستید سالها فکر کردم چیکار بکنم بنویسم، تا اینکه اسلامی ندوشن تو کتاب روزهاش خوندم که گفته 60 سالگی بهترین موقع برای نوشتن خاطرات هست، چون هم پختگی و تقریبا یه خورده تجربه دیدگی پیری رو داره و هم اینکه هنوز میتونی حافظت کار میکنه بنویسی و هنوز خیلی پیر نشدی که دوست دشمن درست کنی، این به من بدی کردیم با من خوبی و خلاصه درست به کسب و کار نمیفتی که بخواد دیگرون راضی بکنی و دروغ بگی و بخواد چاپلوسی بکنی و بخواد چیزی به دست بیاری، چون حالا البته نه همه، اما خصلت های پیری همینه که محافظه کار میشه و حرفا رو بیجی میزه. هنوز میگو به اونجا هم نرسیدی و دیدم چه حرف قشنگی زد. و این بود که برم تعداد زیادی من رفتم و خوندم این کتابا رو و گفتم از اینشون، گفت از عزیزی هم بود، ما رفتیم بهشت زهرا و اونجا با هم دیگه قدم میزدیم، خانم من و خانم یکی دیگه که دوستان من بود که به رحمت خدا رفت، اینها قبر پدرشون توی یک قطعه بود، داشتن با هم فاتحه هم میخوندن اینا، من بودم یک قدم بزنیم، شوهرم بودم داری، حال نمیخوام بگیم اسمش. عرض به حضورتون که بعد این گفتش که چیه بود زنامون کو، گفتم هیچی، رفتن سر قبر پدرشون. آقا بفهمن ناراحت، گفتم نه به دروغ که نمیگم، تو نگاه کن هر دوتا نشستن سر قبر پدرشون، این دیگه دروغه، چرا تو فارسی فکر میکنی؟ فارسی به همین سادگی میتونه مفهوم عوض کنه و میتونه خیلی راحت یک چیز دیگه ای از توش در بیاد که توش مغایر این باشه. من دروغ نگفتم. اونجا بود من با پسرم هومن که الان توی سینمای مستند تجربی کار میکنه و یکی از خب به هر حال آدمای شاید احتمالا تاثیرگذار باشه، منتها خیلی دوست نداره که استاش یالا ببخشید، ما آوردن این بالای مبلم بهم دادم که من گفتم این مبل خواستگاریه، بعدم خواستگاری میریم مبل برای حرف زدن اینا نیست، ولی دیدی هم جای گرم نرمی هم خوبه، هم آب هست دیگه، عروس هم نمیخواد که چای بیاره و از این کارا. در هر صورت انشالله که روله باشید. عرض به حضورتون داشتم در مورد زندگی نامه میخواستم بگم که زندگی نامه چی هست و به چه دردی میخوره و عیبایی که در ایران داره زندگی نامه ها چی هست و موقعیتی که میتونه برای خود آدم داشته باشه چی هست که اون که مینویسه و بعد بازتابش چی هست و بعد میزان مندگاریش چقدر میتونه باشه و این خودش یه حرفی است. از اون زندگی نامه ها در تمام دنیا، شما مسلمان بهتر از من اینا رو میدونین، جزو نوع یا در هر صورت گونه خاص نوشتن هست که حال میگن ژانر اینایی که میگن. من چون عضو فرهنگستانم ببخشید از این اداهای فارسی در میارم،
و هیچ وقت ماها ژانر نمیگیم اونجا، میگیم گونه. گونه ادبی مثلا رئالیست، گونه واقع‌گرا، میگیم گونه ادبی واقع‌گرا، گونه ادبی مثلا فرض میکنیم خیلی احساساتی، گونه ادبی مثلا حالا بگذاریم هر صورت میگیم گونه. از گونه کتاب هایش که در تمام دنیا بسیار خونده میشه و بسیار تأثیر گذاره، اما در ایران از چاپ دوم سوم که من نمیدونم این الان چاپ چندم جلوی من، ولی 38 39 بار این چاپ شده، به چاپ 40 رسیده ظرف 13-14 سال. این الان 43 این که برای شما فرستادن 43 بله. از کجا آوردن این؟ همجور چاپ کرده دیگه. نه من 40 خورده ای دارم. خب خورده دیگه، سه دیگه. نه خیر، ایشون 64 که نوشتن، ایشون بالا چاپ اول، چاپ 37 عزیزم اونجا نوشته. من مدرک دارم اینجا، من بانکی ها نشستن مدرک از آدم میخوان، اینایی نمیشه همجور بندازه. نه ممکن چاپ های مختلف رو داشته جمع کرده به ما داده، ما چون تعداد خریدیم چون نداشتن. این نداشتن چون تموم شده ظرف یک ماه و نیم، تموم شده دیگه نداشتن. من دیروز زنگ زدم، البته چیز نیست به قول قدیمی ها منتی نیست، لطفی که کردین این کتاب رو تهیه کردیم برای دوستان بخونن. این من اونجا زنگ زدم گفتم هر چی هست تو انبارتون هر جایی که هست اینو بدین، و زمینم برای خودم هم سه تا بفرستید، چون دوباره بخواه این چاپ بشه تند تند قیمت میره بالا. الان دیروز ناشرم گفت ما بخواهم این چاپ کنیم چند بذاریم که مردم بخرن. اون وقت مخاطب من هم بقول کرمونی یه اسرائیلی هم میگه همه حرفم ور تو هم میزنم، همه چیز با هم دوی دارم میگم. بگذاریم، دارم میگم ریشه این از کجا بود. با پسرم میرفتی گفتم همه اینایی که اینجا خوابیدن میتونستن یک رمان خوب بنویسن از زندگی خودشون، چون هیچ کدومشون زندگیشون مثل اون یکی نبوده. اینها اومدن آرزومند شدن، اینها اومدن رنج کشیدن، اینها بعضی 50%، 30%، 20%، 70% با آرزوشون رسیدن، ولی 70-80% از این دنیا بستونکارن. اینها اینا طلبکارن، نرسیدن به بقیهش، خیلی زور زدن 60%ش بوده، خیلی موفق بودن، یعنی 40% طلبکارن از این دنیا و همینطور رفتن. یه آدمای طلبکاری هن اینا خوابیدن، و بنابراین هر کسی میتونه زندگی خودش شروع کنه یه روز بنویسه. چند تا حسن داره، حسنایی که میتونه در این کار باشه، یکیش اینه که آدم خودش راحت میکنه. شما نمیدونید من قبل از این که اینو بنویسم و بعد که این نوشتم چقدر یه مقدار زیادی آرامش پیدا کردم. من زندگی بسیار بسیار تلخ و داشتم توی این، منتها من سعی کردم تلخی رو با شیرینی ببینم. کسی این کسی هست شما کتاب خونده باشه؟ باری کرده اون دخترمو خونده، خب بالاخره یکی پیدا شد بخونه، حالا بقیهش هم انشاءالله میخونه. از حضورتون که شما غمگین شدین، غمگین شدین، ولی یه چیزی که همیشه الان هم دیروز یک خانم دکتری به من زنگ زد گفت کتاب شما که غریب نیستید، وقتی میخوندم دقیقا یه چشمم عشق بود یه چشمم خنده. من به بدبختی و فلاکت و تنهایی و تحقیر و بیماری و گرسنگی و همه اینا رو که کشیدم و زندگی بسیار تلخ و به قول معروف ناجوری داشتم که تو این کتاب اومده، به اینا خندیدم، از دیدگاه طنز به اینا نگاه کردم. به قول ارسطو که میگن اون گفته، ولی این خیلی قدیمی تر از ارسطو هست. تئاتر یونان شما حتما دیدین، تئاتر دو تا صورتک میزنن اونجا، دو تا ماسک هر چی میخواهش بذارین، و اینا که بالای تئاتر میزنن یکیش داره میخنده و یکیش داره گریه میکنه. دیدین این تو همه تئاترهای دنیا هم این هست، این علامت تئاتره. اینها چرا؟ برای اینکه
هر واقعی که وجود داره، هر تراژدی، هر چیزی سخت و ناجوری وجود داره، پشت این یه خنده وجود داره، پشت این کمدی وجود داره. و بنابراین پیدا کردن اون کمدی خیلی سخت هست برای کسی که داره یه چیز تراژیک رو می‌بینه. تراژدی هم بهترین تعریفی که این میکنه، میگه یک مشت آدم بیگناه، یک مشت آدم تنها، یک مشت آدم آرزومند افتادن به جون هم بی اون که بدونه راجب چه چیزی افتادن به جون هم. این حالا این نوعی که ما تئاتری که میخونیم، دکتر فروغ و دکتر آریانپور و کسای دیگه استادای ما بودن، حالا معروف هاشتم جون نوست کریمی و چیز داود رشیدی که فرانسی درس خوند و بچه باسوادی، نوست کریمی هم تاثیرات خارجی و آدمون درستی بود. در اصل من شاگردی کردم در اونجا. تراژدی تعریفش اینه که هیچ کس گناه نداره. شما حتی نگاه بکنید توی سخت‌ترین اینا مکبث رو نگاه بکنید، یا اون یکی چیز رو که خیلی معروف بودن نبودن میگه، در یه لحظه اسمش رو رفت. چی؟ هاملت. ببینید هاملت، آدم ها میان و هیچ کدوم گناه ندارن، هر کدومشون دلیلی برای این کارشون هم ندارن و میان میفتن به جون هم. این پشت یه خنده وجود داره، پشت این هست، و پشت هر خنده ای و هر صحبتی که شما میکنین یه تراژدی هست، یه سختی هست. اخیرا من یه برنامه تلویزیون داشتم، اونجا گفتم، اینو تکرار میکنم، و اینی که من نمونه بهشون دادم، گفتم که زمانی که صدام حمله کرده بود به ایران و یادتون هست موشک بارون میکرد تهران رو، من توی خونه کوچولویی که حالا گرفتن میخوان کار فرهنگی توش بکنن، شهرداری، چند وقت هم هست که در هر صورت خبر ندارم چیکار کردن. اونجا من توی اون خونه دو تا اتاق داشتم. یه اتاقی مادر خانمم بود که مشکل تنفسی خیلی شدید بود که اینجاش سوراخ کردم بگذاریم، تنها زندگی میکرد و خلاصه در هر صورت بچه ها نمیترسیدن برم اونجا. گفتم ما بزرگ تا صبح سرفه میکنه، نمیذاره ما بخوابیم. میومدن تو اتاق من یا من بالا یه اتاقی که داشتم که مینوشت. بگذاریم، من موقعی که مثلا شب میخواستیم بخوابیم، بچه ها، سه تا بچه با خانمم، گفتم بذار کنار هم بخوابیم که اگر موشک زد یک نفرمون زنده نمونه که قصه بخوره اونا دیگری که مردن، یعنی تموم بشه. یه شب که گفتم همه بخوابیم، دختر گفت من نمیخوام بمیرم. گفتم لزومی نه، من کی گفتم میمیری؟ گفت نه، موشک میخوام بزنن، تو هم خبر داری، میدونی که موشک میزنن و همه اون باید بمیریم، من میرم پیش مامان بزرگ میخوابم. و هرچی گفتم دختر جون من یه چیزی گفتم، اصلا موشک یه خبری نیست. گفت سه تا کوچ پایین تر زدم. بگذاریم، در هر صورت من یه دروغ گفتم که باریا یا سفر یه واقعیتی گفتم که همه با هم بمیریم. یه بچه علیه این چیزی که من گفتم بلند شد و میگه خودت گفتی. خانم من گفت خودت جوابش بده. خدایا چی کار بکنم؟ نمیخوابه. من نمیخوام بمیرم با شما. من نمیخوام بمیرم. شما خواهم بمیریم. بابا گفته هممون با هم میمیریم. من نمیخوام بمیرم. که بابا قضیه مردنی، هممون میمونیم. ول نکرد. آخر شب خدایا چی کار بکنم؟ از این چسبا زدم پشت شیشه. بانشون گفتم ببین اینجوری موشک میگیره. گفت من بچه هستم. موشک وقتی میزنه همه خونه میره تو هوا. گفتم پس مامان بزرگم که بغل ما خوابید اونم میره تو هوا اگر این مسئله باشه. ولی من اینی زدم که موشک تو نیاد. با همین شده. در هر صورت من یه ساعت نیم با این دختر حرف میزدم. پشت این ببینید چه فاجعه خوابیده. یه خانواده بیگناه، هیچ نه در جنگ دخالتی دارن، نه شروع کنندش هستن، نه ادامهش دارن، نه اصلا میدونن چی هست، میخواییم بمیرن و با همه با هم بمیرن. و اون وقت یه بچه رو پدرش وایساده و میگه که من نمیخوام بمیرم. حالا شما من میگم به صدام بگو، به این بگو، به هر کی میخوا بگو، به من چرا میگی تو؟ و این بچه ببینید این در اصل
اصل این موضوع چه هسته تلخی در این هست، اما پشت این خنده‌دار بود و خنده داشت که این بچه من داشت محاکمه میکرد که من نمیخوام بمیرم، چرا من باید بمیرم؟ این واقعیت در همه چیز و همه چیز و همه چیز هست. وقتی الان شما هره پیش بقالی و بپرسید مثلا فرض میکنید دیروز مثلا لوبیا خریدم 85,000 تومان یک کیلو لوبیا، خب من رفتم اونجا بقال سرش کار بود، آی کرمانی نمیدونی بدبخت شدیم فلان شدی، منم همینطور، ما دو نفر سرمون کاری میکنیم هر دو نفر، خب یه فاجعه پشت این هست، خب ما چه گناهی کردیم؟ یه طنزی خوابیده. پس بنابراین پشت هر واقعه تلخی یه طنز خوابیده بیمده. و اون وقت حالا بعضی وقتا بعضی از تئاترای که چیز هست غمگین هست و اینا رو به حالا اون تراژدی گفتم برای این کار نکنم، یه دلقه یا دو تا دلقه وای میستن، دو تا دلقه که یک چیز درام در هر صورت غم انگیزی دارن تعریف میکنن برای خودشون، حضور دارن و این دلقه هایی که میان وارد این صحنه ها میشن در حقیقت نوع دیگر اون سوی سکه زندگی هست. زندگی اصولا یه سکه ای هست که دو رو داره، یه طرف خنده داره یه طرف نداره. من تو این کتاب سعی کردم این کاری بکنم، اون سوی خنده دارشو بذارم. یه نمونه برای تو میگم، من قرار بود برم توی حوزه نظام وظیفه اونجا و برگ تکفل بگیرم، چون هیچ کسی نداشتم جز یه پدر بیمار. خب منم تک بچه بودم دیگه، من مادرم 16 سالگی ازدواج کرد، 19 سالگی از دنیا رفت و قرار بود یه بچه به دنیا بیاره، یه تحفه مثل من بود، تموم شد رفت. دیگه این مرد مریض شد و حالا تو این کتاب نمیخوام قصه رو بگم، از دهن به قول معروف بیفته. عرض به حضورتون که خب من اون روزی که میخواستم برم حوزه نظام وظیفه تو کرمان این کاری بود و هر کی نگاه میکردی پدر پیرمردشو کول کرده بود داشت میآورد، در صورتی تا پشت در این پدره داشت میومد، از پدرم تو از پسرم تندتر میومد، ولی اینجا که رسید این کول کرده بود بیاد بی دکترها نشون بده که این مریض یه کاری بکنید که من معاف بشم. مادرش همین کار کرده بود، شب تا صبح نشست بود خاک ریخته بود تو چشمش، هی مالیده بود با کف دستش که چشمش صبح سرخ میشه، ببین من مشکل چشم دارم نمیتونم سر بازی. هر کسی یه بهانه ای داره. ما با این پدرمون رفتیم، پدرم همش با خودش حرف میزد، دستش هی دستاش تکون میداد، کارهایی میکرد. اینا نشستن من بدون زحمت یه دونه دقیقا اصل مدرک آوردم، همه حسادت میکردن این چقدر خوشبخته که همه چیزی آورده. فکر کنم من که این پدر من در آورده، به تمام عمر من بابت این تحقیر شدم، فوش خوردم، اذیت شدم، بچه ها به این سنگ زدن، کارهایی کردن، حالا من یک افتخار دارم، یک مدرک خیلی محکم دارم میبرم پیش پزشکی چیز. ببین این طنز چقدر طرفه یه بگ اینا، باور میکنه خیلی هم گفتن خوشا به حالت، اصل مطلب آوردی، ما پدرمون کول کردیم، مادرمون کول کردیم، سوار الاغ کردیم، لباس اینجوری پوشیدیم، تا صبح یکی زردچوبه مالید بود به صورت رو زرد میشه، بی من مریضم بچه‌مو معاف کنی. خلاص هر کسی یه حقه زده بودن، بعضیش هم درست بود، بعد وقتا اومده بودن. ولی من خیلی قشنگ از جلوی صف اینجوری رفتم، پارتی هم داشتم، یه پارتی هم اونجا کار میکرد، پرونده من رو داشتم اینجوری میرفتم، رفتم من در تو جمله سوم بود به من گفت معافی ورش دار ببر اینو، چون اولین چیزی پرسید پدرش گفت پدر سوادم داری؟ گفت بله. گفت چقدر سواد داری؟ گفت تو یکی بیشتر، اونتا تو اون ور نشستی من اینجا باید باشم. گفت پسرت میخواه بره سربازی؟ گفت از خدا میخوام بره آدم بشه، این اصلا چی به در چی میخواه؟ میری یه چیزی یاد میگیره خوبه، بفرستیم بره. حال ما اومدیم اینجا پیاشم. بعد گفت خب میری؟ گفت نه، به من چون من دکتر نیست، یه حبی یه قرصی به من بدیم، من سرما خورم، به من بدیم من برم. یارو گفت باباش بردار برو بابا، تو قبولی بردار برو. به همین سادگی من مدرک داشتم آوردم پشت یه طنز، یه طنز بسیار بسیار خوب خوابیده. مردم این طنز رو نمیبینن، اینو میبینن خیلی ها، یا برعکس
اون غم انگیزر ببینیم. تو خوی کرمان من این آره به هر حال نوشتم، یه داشتن چیز میکردن، پذیرایی میکردن، خب یه کسی میمیره مینشینه برسه، یه نفر معتادی هم اون بعد نشسته بود، وقتی که یارو با این سینی که وستش هم یه معموله قندونی هست و قند میریزن تو این که بعد وقتی چایر برمیدار قندر هم برمیداره و این بعدش این یارو حواسش نبود این که میگه با یکی هم سلام علیک میکرد، قندون برش خالی کرد تو جیبش، قندون خالی رو بودش اونجا. من نگاه کردم دیدم 30 نفر آدم هی دست کردن تو این، چون این نمیدیدم این توش قندی نیست، آیه میخوردن این. حالا به یه شوخی یادم افتاد، من اصفهانی رو بسیار دوست دارم، بسیار بهش احترام میذارم، قصه های مجید درست کردم، اتفاقا کسی هم قصه های مجید رو خونده، بازم اونم اصفهانی، مهدی پاکدل خونده و چیز کرده، گفتم مثل اصفهانی ها مصادره کردن مجید رو، بارها من جایزی به من دادم هم کتاب امتحان، ولی شوخی های هم خودشو میکنن خیلی بامزه. یعنی فرق قرار بود چند تا تعدادی اصفهانی هر کدومش یه چیزی بیارن و برن مثلا فرض میکنیم برن گردش، برن خود امروزی ها پیکنیک اینها، یکی قند آورد بود، یکی چای آورد، یکی خربوزه آورد بود، یکی نون آورد بود، یکی کب گوشت آورده بود، تو سعی کسی یه فرمایده هیچی نبود، گفت چه؟ گفت خب شما همه چیز که آوردی، منم برادر مادرشم آوردم، خب بالاخره باید هر کسی چیزی بیاره که بیارید. و خب ببینید این واقعیت های زندگی، حالا برگردیم به اصلش که این هست، این کتاب یه چنینی، آره من از کتاب دارم تعریف میکنم، میگرم همین قضیه هم باشه، از حضورتون که بر میگردم به این موضوع مهمتری و اون مسئله قصه. نکته دوم این مسئله که برای خود بگویید، یعنی این که شما با خودتون حرف میزنید، با خودتون در دل میکنید، یه تیک داشت اینجا که میخوندن، این فیلم از کجا آوردین؟ خیلی قشنگه، من ندیده بودم، کاش من زودتر سالون آورده بودیم. میخواید یه بار دیگه پخش میکنیم؟ الان بچه چون کوچولوه که من یه تیکه از این میخونم، میگم من برده بودن کرمان و هیچ مدرسه ای من قبول نمیکرد، هیچ مدرسه. چون سه چهار ماه از سال گذشته بود، آخرین نفری که منو پرستاری میکرد مادر بزرگم بود و اونم مرد و هیچ کس نبود، عموم توی ارتش بود، درجه دار بود، اومد توی روستا و من و پدرم و دوستا اولاغم کرایی کرد و با قرمرو تمتراق مهار بیار کرمان و بنابراین ما رفتیم کرمان، رفتن کارنامه منم از مدرسه سیش که کارنامه پنجم آخر پنجم ابتدایی بود یا ششم بود یادم نیست و اینا رو گرفته بودن آوردن تو این کتاب، نمره های 11 11 و نیم، 12 7 8 6 5 4، اینا نمره هام بود، نمره انضباط هم 13 13 و نیم، آخری بچه خوبی شدم 14 گرفتم، 3 ماه زحمت کشیدم نیم نمره گرفتم. این فیلم خب ببین وضع بعد مالی هم خیلی بد بود جانم. این فیلمو داریم میبینیم جلوتون، جوانهای شهر اسلحه به دست روبروی دشمن ایستاده بودند. اصل گردن بابا را ول نمیکرد، هی بوسش میکرد، التماس میکرد، چرخش را میخواست. من هوشنگ مرادی کرمانی هستم. من میخوام یه بار تو عمرم میگو بخورم ببینم راستی راستی برم مغزم خوبه یا نه. سلام بله. فهمیدم مال کجاست، مال میر تماسه، این آخرین چیزی هست که اون ترین جزو کرد، ولی کتاب خارجی و یه حرفای نام داره و فیلم خوبی هم شده ولی جلوش گرفتن، یه چیزی ساتراپ نمیدونم چیه، الان یک سال نیم گیر اونه. ما 4-5 نفر انتخاب کردم، 5-6 نفر که هر کدوم از ماها در جب زندگی خودمون حرف زدیم، حالا رفته اونجا گیر کرده میگن نه اینا نباید حرف میزدن، چه دلیلی دارن من نمیدونم. شما هم نمیدونین؟ از مشتبه گرفتیم من چه کارم. آقای روموز تو تهیه کردی فیلمو؟ من یه زمانی تو فارابی بودم، اون که شما خوندین، الان نه بیرونم کردن.
ما پرشیش رو بیرون کردیم. ما از اینترنت گرفتیم. بهشتی پایگزار بوده چیز با ما بود اونم بیرون. یعنی دیگه اسممون جزو اینا نیست. نه. ولی این کلیپ رو دوستان این چون آنونس بوده در دسترس هست. یعنی جستجو کردیم پیداش کردیم. ولی کلش نیست. نه. در واقع شکل آنونس داشته که... چار نیم فیلمه. بله ولی خب اون که منتشر نشده. ولی این به عنوان پیش درآمد و پیش آگهی به سر دوستان پیدا کردن و اینجا انتخاب کردیم. بله بله. یعنی از خودش مشتبه نمیدین. نه 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 نه. آره. نه این تعجب کردم. نه نه این روی فضای تبلیغاتی هست به عنوان اینکه بنا بود اتفاق بیفته. من واقعا اونم ندیدم چون ندارم این وایس. حالا اینم تقدیمتون بکنم. استاد اون قصه های مجید اونم علی شما بفرمایید من دیگه. خواهش می‌کنم. اون قصه های مجید قصه های خودتون بوده یا شخصیت سازی کردین؟ ببین این اون روی سکه است. تمام چیزهایی که تو قصه های مجید هست توی یوشوع هم هست که توی این شما که غریبه نیستید همونه. ریاضیش بده، وضع مالیش خیلی بده، همش به درد سر میفته و بسیار سخت جونه و از رون نمیره، به قول مرور هرچی نوکش قیچی میکنن دوباره میاد اینا. ولی به هیچ عنوان چیز موقعیت تراژدیش رو رون نمیکنه. تراژدیش رو توی شما که غریب نیستی رو میکنه. اونم یکیه. ببین این دو تا کتاب هستن، یکیش قصه های مجیده و یکیش هم شما که غریب نیستی. این دو روی یک سکه هست. وقت این در واقع این هم قصه خوده، میخوام بگم این هم قصه ایست، قصه خود، قصه های مجید، یعنی قصه زندگیتون بوده. عرض کردم این اون روی سکه خود باره. میخوام عرض کنم که ما اون برای خود نوشتن و از خود نوشتن این چطور شروع میشه؟ یعنی چطور شروع کنیم؟ حالا فرض کنید بعد از جلسه با شما میخوایم هممون این مشق رو آغاز کنیم. بله. من بشینم از سال تولدم شروع کنم یا از همین امروز که خدمت شما رسیدم؟ نه، بهترینش اینه. من توی خود کتاب شما که غریب نیستید و حتی مجیدم از یه مقطعی شروع کردم، ولی هی فلاشبک زدم، هی ببخشید بازگشت و گذشته رفتم و اینکه اونا هم گفتم این بهترینشه. تا این من در سال 1300 و فلان در فرانجا به دنیا اومدم، اون همون بود که شما خوندی که ناشر نوشته. اون فرق میکنه. اینم از اونجا شروع میشه که معلم روز عید هست که بچه‌ها دارن میان پیش عمو برای معلمی و بعد کم کم یواش یواش برمیگه. همونجا توی همون قولی سینمایی ها یکی از کارهایی که ما میکنم تو کیاروستی خدا بیامرز هم میگو حال بذار اونم خرج کنم آویزون اونم بشیم اول صبح، عرض به خدا رحمتش کنه. من گفت تو داستان می‌نویسی یا فیلم می‌سازی روی کاغذ؟ تو همه چیز می‌دی توی فیلم. ببینید یه دارون هست، اول دارون اتاق مادر ما پدرم هست توش، اتاق دوم عمو هست که تنها زندگی می‌کنه و معلم روستای ماست و اینها، و این اتاق مادر بزرگم هست که پزشک سنتی روستاست. هر کسی از هر جای سیر شد پزشکی نبود که، کول میکردن تو کوها کمر از جای دیگه میآوردن، زنش میآورد، شوهرشون تو میذاشتن تو زنبه و این حرفا رو اولاغ و بعد وقتا میبستن با تناب رو اولاغ میآوردن خونه میدادن به مادر بزرگ و گفتن که مثلا فرق میکنه بیبی این خوبش کن، این اصطلاحا کرمونی ها میگن چاقش کن، این خوبش کن بده اون چکارش بکن. اینقدر این بچه ها تو اون خونه ای که من زندگی کردم مردن جلوی چشم خودم که این مادرها بدبخت بچه های مرده رو بغل کردن بردن. عجب. و خیلی چیزا دیدم. از چه سبب میمونه؟ پدر بزرگ میگه کت خدا بود، خونه کت خدایی داشت، اما موقع اضمحلالش، موقع پیریش و موقع به قول من رو افتادگیش من تو خونه اینا اومدم که بعدن هی تو سرم میزدن و میگفتن که تو اومدی بدبختی این خونه شروع شد.
مرگا شروع شد، اولین کسی کشتی مادرت بود، بعد اون بود، بعد اون بود، خلاص درست. با این خرافات احمقانه روستایی که تو سرخور هستی من بزرگ شدم. و بنابراین یکی از چیزهایی که حال براتون بگم، از خاطره بگم، از این قصه های مجید و حدودا نزدیک به 20 سال، حالا 17 سال بگیریم، 22 سال بگیریم، فرق نمی کن، دوربر اینا که به هیچ عنوان آموزش پرورش اجازه نمیداد اینا وارد مدرسه بشن. حداقل 3-4 نفر از معلمینی که کتاب مجید برده بودن اونجا به تبلیغ کردن، گفتن این بخونی خنده داره، میخندین و اینجوری و فلانی حرفا، اینها بیچاره ها رو حق تدریسی بودن یا پرتشون کرده یه گوشه یا خودشون رفتن. یکیشون رو الان خرازی فروش بوده به خاطر قصه های مجید از آموزش پرورش اخراج شد. معلمی دیده بود که یه بچه این دستش داره میخونه میخنده، گفت چیه، نگاه کرد بود، بعد برد بود همه رو جمع کرد بود، گفت این کتابی که میخونی پار رو خون شهدا گذاشتین، این کتاب پار رو خون کسانی گذاشتین که برای اسلام کار کردن و بنابراین این که چیزی از پار روی بلا تشبیه قرآن گذاشتین، این چی کار کردین، شما یه همچه کاری کرد، کتاب یک کمونیستی که من 30 سال این میشناسم تو زندان بوده اومدی بیرون، در صورتی من از تمام مدت من کلانتری این ور خیابون باش من از اون ور رد میشم، 30 سال برم زندان، من آدم ترسوش از بزغاله میترسم. بعد خلاصه یه چیزایی از خودش در ورد بود که واقعا یکی از اقوام من که اونجا دبیر بود من گفت هوشنگ یه آشی امروز مدیر مدرسه برات پخ، هر کیم از من پرسید شما میشناسین، گفتم نه من اصلا این نمیشناسم، این همون احمدی هست که تو کتاب شما غریب نیستی معلمه. بگذاریم، مون تا وقتی که یک ببین همیشه در هر گروهی و در هر دسته‌ای کسانی هستن که بسیار هوشمندن، بسیار دلسوزن و بسیار بسیار آدمای مهربان و فهمیده و درست حسابی هستن و کار میکنن و موندن. آقای مهندس توی آموزش پرورش بود، همش اسمش از مهندس امیدوار نه مهندس علاقمندان، علاقمندان معاون آموزش پرورش بود. یه در من به من زنگ زد، من اون وقتا کارمند وزارت بهداری بودم، من کارشناس دفتر وزیر بودم اونجا، عرض و حضورتون زنگ زد گفت من میخوام شما رو ببینم، من اسمم علاقمندانه، معاونم اینجا، یه روز اینطورا میخواد شما رو ببینم، خودتون وقت تعیین کنین. من گفتم من پس فردا میام، چی کار من دارین؟ گفتن لابد اینم یه برنامه ای داره با من، اینا هیچ کدومشون آموزش پرورش با من خوب نیستن. هیچی، رفتم اونجا بود، محبت کرد و اومد به استقبال و بغل کرد و بوسید و برد نشوند و بعدش هم گفت من این کتاب مجید 3 بار خوندم و اینقدر از این لذت بردم که حد نداره، چرا ما بچه هامونو باید محروم کنیم از این کتاب ها؟ و این کتاب بله توش دروغ داره، ما 18 میلیون دروغگو داریم و این بچه ها وقتا 18 میلیون بوده، ما 18 میلیون مثل مجید داریم، 18 میلیون ریاضی بلد نیستن، 18 میلیون از ریاضی بعدشون میاد، 18 میلیون فقیر داریم توی مدرسه ها، یه دروغ تو مدرسه میگن، یه خونه میگن، اینها ما همه اینا رو ول کردیم، چسبیدیم به اینها. آقا این چیزی داره به درد کشور ما میخوره، به درد ما میخوره و امیده، این داره امید میده. یکی از این داستانا من نگاه کردم اینا به خوبی تموم نمیشه، به شادی تموم نمیشه، همش با بدبختی تموم میشه. قصه های مجید همش عاشق دختره میشه یه بدبختی میکشه، کفش نداره یه بیچارگی میکشه، میره اون ورزش میکنه، پیرن نداره یه کت میخواد، کت پاره کنه یه که دید میدم بهش این میپوشه، با بیش دعوا داره، معلم ریاضی میگه میرخواه میشه نبینه نشنه را ازش چیزی بپرسه، هرچی نگاه بکنی تو قصه های مجید بدبختیه، اما میگی این هیچ کدوم اینا کمری بچه رو نمیشکنن، اینو ناامیدش نمیکنن، این هر بدبختی داره تموم میشه با این بدبختی، میره سراغ یه بدبختی دیگه، بنام میکنه میخندونه و بعد میره سراغ یکی دیگه و این امید میده و میفهم یه آدم محکمیه. ما اینا بچه‌مون به اینها نیاز دارن، چیزای اساسی نیاز دارن،
آخه کی نیاز دارم این دروغ بگین نریم؟ بله دروغ همه جای گفت دنیا گفتم، بعد این هم هست. مثلا دروغ هایی هم که میگی بعد باید درد سر میشه بویش میگی من خواب دیدم تو برداشت محمد تباس برده، خب یه دروغه دیگه. بعد بدبختی میکشه 50 صفحه پدرشو در آوردم با این دروغ گفتنش. بیبیش اونجوری میشه، اون همسایه اونجوری میشه، این اینجوری میشه، همه چیز به هم میریزه. خود این در حقیقت این تنبیه میشه. آخه این شعاره. بعد برش مثلا کتاب مینویسه، چوپان دروغگو مینویسه، زیرش هم مینویسه امام صادق علیه السلام فرمودند که دروغ نگیم. امام صادق علیه السلام خیلی چیزا فرمودند و خیلی که همش هم درست هم هست، اشکال نداره. منتها این به امام صادق چسبوندن یا به هر صورت ایشون بیان یه همچون محبتی بکنن، این اصلا زیادی دنیای امروز دیگه این چیزا بر نمیتابه. آخه شما این چی جوری تبلیغی میکنید؟ بطه این ضد تبلیغ الان بگذاریم. در صورت من گله نمی کنم، آموزش پرورش 5 سال پیش من دعوت کردم، بزرگداشت گرفتم، گفتم 50 سال کار کردی، از اونام گله ندارم. اون تا ببینید یک کسایی اونجا بودن چسبیدن به این که مجید چرا دروغ گفته، بچه ها یاد میگیرن و بعد داشتن چیزه برای خودشون ساختن. آخه اومد تو میکرد ببینید من رفتم گشتم یه ببینید میگم نوع ادبیات فرق میکنه. یه نوع ادبیاتی هست ادبیات شوفری، ادبیات بیابونی، ادبیات کامیونی، پشت کامیون رو اینا می نویسن. این شعرها متفاوته با اونایی دیگه و بنابراین این سلیقه اینا رو نشون میده. اکثر اینا نصیحته. چرا بچه ها راجع به اینا حرف نمیزنن و چرا معلم سر کلاس نمیگی این نوع هم هست بچه ها اینا رو بخونین؟ اینا ما به هر حال یه نوع ادبیات کوچه و بازاره. چرا از این حرف نمیزنن؟ ولی من رفتم زحمت کشیدم یه پیدا کردم یه چیزی میگه نعمت روی زمین قسمت پررویان است، خون دل میخوره اون کس که حیایی دارد. این معمولا دیدین همون خوندیم پشت کامیون می نویسن اینه. برداشتم تو کتاب فارسی گفتم به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، جای جای این عمر راننده میخونه. خواست راننده هم چیزی نمیخونه، راننده اون میخونه. خواستم شخصیت نشون بدم. این همچی کار دستم بردن توش و خلاص بعضی از اینها خیلی واقعا ضرر میزنن به ادبیات ایران. من رفتم گفتم به اون وزیر حاجی میرزایی بود به نظرم. حاجی میرزایی بله. قبل از اینها حاجی میرزایی بود. بهش گفتم گفت راست میگی. اومدم میگم مجید رفته اصفهان میخواست بره سی سپر ببینه، این ببینه، اون ببینه، نبردنش. بدبخت بیچاره مونده چیکار بکنه؟ اینا بردن توی گاراژ بیرون از اصفهان تعمیر بکنه. اینها نمیدونه. میگه مجید میگه که من حالم بد شده بود، حوصله نداشتم و بچم نمیدونستم چیکار بکنم، بیکار بودم، رفتم وضو گرفتم نماز خوندم. گفتم آخه این جای نماز خوندنه، این آدم اهل نمازه، آخه این که هنوز بالغ نشده. و بعدش هم آخه این چجور تبلیغ نمازیه؟ این که ضد خودش تبدیل میشه، چون کار دیگه ای نداشتم بکنم. گوش میگه حسرم سر رفته بود، رفتم یه همشه. آخه این شما ضد این کار داری میکنی؟ آخه چرا دست میبرین توی این؟ ای نمیخوان چاپ نکنین، اصلش چاپ از چاپ کنین و بعد بذارین بچه های امروزه، بچه های 50 سال 60 سال دیگه نیستن که اینقدر خنگ باشن. بابا من میگم که ببینید این درسه که تو کتاب درسی هنوز هم هست، کتاب اصفهان که سفرنامه اصفهانه، کدوم درسی شما دارین تو کتاب های درسیتون که بگی بابا وارد یه شهری میشین اون شهر فقط بازارشو چلو کبابیشو یکی دو تا حال چیزای دیدنی آثار تاریخی یا هر چیز دیگه غیر از اینها چیزایی داری که شما بهتر برین اینا رو ببینی قبل از شما اینا ساخته شده، اینا ارزشمنده، اینها به قول معروف دیدنیه که شما توی شهری میرین اول میپرسین اینجا چلو کبابی خوبش کجاست، بعد میپرسین مثلا مینبا و مثلا بازارش کدوم طرف، همه اینا هست دیگه. چی سوغات چی اینجا میتونیم ببریم؟ همیشه چیزا میپرسن دیگه. شد کدوم پدر مادری هست به بچهش بگی بریم مثلا فرض میکنه وقتی رفتیم سلطانیه مثلا کجا سلطانیه تو دامغان اینا زنجان بریم اونو ببینیم، یا مثلا مسجد کبودی مثلا فرض میکنیم تبریز برداریم ببینیم،
کدوم آدم یک بیر کرما بگی من خواهم گمبه جبریل ببینم؟ بچه ها نمیپرسن اینا رو. من اومدم توی آموزش دادم، خدا رو شاهده هیچ کدوم اینا منظوری هم نداشتم، ولی توش این هست. ببینی بچه را میفته با همه حال خودش سفرنامه مینویسه، من رفتم اصفهان و اینجوری شد. حتما خوندی ببینم کتاب پنجم یا ششم بچه ها هر کسی یادش هست بگه. من میگم بچه ها چون الان اونا من معمولا مخاطب من هستن بچه میشن، بزرگیشون میدیدن. عرض بودتون که شما حتما خوندین، برای بچه هاتون خوندین دیدین. این آخه این کجایی این به دردی میخوره که مسجد کرمان هم مسجد داره، هم مسجد نماز میخوره، خب میره کرمان میخونه، لزومی در بره اصفهان نماز بخونه؟ که اومد من اون تازه حوصله‌ام سر رفت. آخه چرا شما متن خراب میکنید؟ این کاری کردن. ایسنا فهمید، به من زنگ زد که شما یه همچه چیزی شده. گفتم خبر ندارم. گفت راضی بودی؟ گفتم نه. گفت از شما چیزی نپرسیدی؟ گفتم نه بخدا از من چیزی نپرسن. تموم شد. اینا رو گفتیم و اونا برداشتن خبرش کردن. هر شبکه ماهواره ای که بود که مردم میدیدن، خودم سه چهار پنج تا دیدم، برنامهشون رفت سراغ این کار. آخه شما چرایی برمیدارید یه چیز معروفه که همه خوندن برمیدارید یه چیز دروغ میدونید؟ خب با خودم بگین تو این سه چهار پنج جا داره که مجید مادر بزرگش نماز میخونه و خیلی هم به جاست نماز خوندنش. مجید رفته یه دروغ گربر برده به جای اینی که مثلا فرض بکنیم ببر بیرون شهر ولش کنه، برده مثلا نزدیک خونه ول کرده. حالا گربه اومده خونه، این دروغ هم گفته، میخواد به بیبیش بگه من گربه همین نزدیک ها ولش کردم، نبردم بیرون شهر ول کنم. میخواد وقت گیر بیاره. زمانی که بیبی نشسته و داره ذکر میگه، نمازش خونده، میری چوبر میداره میذاره بغل جانماز بیبی. ببینی از این دیگه بهتر میشه؟ شما انصاف و مروت و مهربانی یه دینی رو نشون بدین. گذشتی جلو این، وقتی تموم شد بیبی اون این چوب یا من بزن. چرا؟ گربه سر کو سر دیوار نشسته، من بردم همین نزدیک ها برشه آوردم، میتونی من بزنی؟ اون کاسه چینی هم اون بالا بود، من شکوندم، گربه نشکونه، من دروغ گفتم. الان میخواد بیا بیا سرش میدست من بزن. در زمانی که این پیش خداست، در زمانی یه بچه یتیم اونجا دستشه، این موقع خواهی میخوام نماز پخش کنین، میخوام بگین نماز بخونین، برین این تیکر بزنین، بی انصافا. آخه شما برمیدنی یه چیزی بی ربط این کار میکنی، چقدر شما بی سریقه این، چقدر شما خب هر موقع هم بخوام گوشی رو بردارم باید خونه هستم. جواب هنوزم سابقه ندار، جواب کسی رو ندار، تا از من عوض فرهنگستم و کفر ابلیس میمونم. شما یه زنگ به فرهنگستم بزنی بگی این فلان فلان شده رو ما میخوام بهش، میخوام کتابش توش دست ببریم، چی کارش کنیم؟ یه چیزی برداشتن چیز کرده. اینقدر تو کتاب نصیحت چپوندن توی اون بخش آب انبار که برام من خوندم، گفتم آقای عزیز، آقای دکتر که شما که نشستین، اینا مال جاهای دیگه هست، شما چسبوندین به این درس، اصلا یه چیز دیگه هست، گفت خودتون نوشتین. گفتم آخه چیزی جای دیگه هست به درد این کار نمیخوره. ببخشید سرتون درد میارم، من امروز باید حرفای خوب بزنم، ولی شما گیرتون آوردم دارم درده حرفا خودم دارم میزنم. مخلص ماست. اینا چیزای آموزش پرورش ما دقت نمیکنه، نگاه نمیکنه. همه ما دلمون برای بچه‌هامون میسوزه، همون دوست داریم که بچه‌ها با ایمان بار بیان همشو، ولی وقتی که راه رو غلط میریم داریم میبینیم نتیجهش، داریم میبینیم تو خونه. لزومی ندارم من بگم. من سوال بپرسم استاد، خواهش میکنم. در نوشتن قصه خود آدم به یک نکته هایی در زندگیش میرسه. شما ببینید توی قصه های مجید مثلا تا حد افشاء گناه دروغ هم پیش رفته اید، اما به هر حال زندگی هر کس یک حریم اختصاصی و خصوصی و پوشیده داره، پستو و مستور داره، یه بخش اوریانتر و عمومیتر و گفتنی یا بازگفتنی تر. در هنگام نوشتن از خود و برای خود آیا حریمی باید مراعات بشه یا نه؟
گاهی آدم مثلا حداقلش اینه که مورد وسوسه هایی قرار میگیره که ما شیطانی مینامیم. بالاخره هممون دوران جوانی داریم، غیر جوانی داریم و مانند این، در وادی جنسی باشه، در وادی مالی باشه، در وادی اجتماعی و شخصی باشه و هرچه و هرچه، ممکنه حداقلش اینه که هوس گناه یا خطا به ذهن آدم بیاد. گاهی هم ممکنه اتفاق بیفته برای ما. آیا توی اون خودنوشت ها اونها هم ذکر بشه یا نه، حریم و حرمتی داره یا باید دیگرگونه نوشته بشه یا اصلا نه؟ شما جواب خودتون دادید دیگه، دیگرگونه باید نوشته. دیگرگونه. ببینید یه نمونه معیار چیه؟ معیار یه نمونه بهتون بگم، یه چیزی که همین الان به ذهنم رسید این هست که مولوی رو مسلمان خوب یا خوندین یا شنیدین یا باش اخت هستین و باید زندگی کردین، خیلی ها با مولوی زندگی میکنن، ما بنابر این میگیم این زشت‌ترین چیزهایی که ممکنه گفته بشه، یعنی این لطیفه ها یا جوک های کوچه و بازار گرفته، از اینها یک چیز فرهنگی گرفته و اومده بشه یه بُعد فرهنگی و عرفانی اینو داره نشون میده، یعنی از زشت‌ترین چیز داره میسازه. این هنرمنده. ببینید از اینکه بهتر، من فکر نمی کنم مولوی، ببینید تو ذهنتون بیار ببینید بدترین حرف زده، اما خب خیلی داریم لطیفه میگن، همین میگن، آدم حالش به هم میخوره، اینقدر زشته چون نتونسته اینو درست کنه، واقعا نتونسته، علی اون چیزو نداره. شما زشت‌ترین حرفا و جوک‌هایی که واقعا حتی در خانواده به هیچ عنوان نمیشه مطرح، مولوی مطرح میکنه و میگه، اما شما نتیجه رو ببینید چه نتیجه خوب از این گرفته، یعنی از کثیف‌ترین چیز این رو تبدیل میکنه به این. شما ببینید گلی که تو کوچه هست شما پا میذارین روش و رد میشین، این یه حرف بر میداره و یه مجسمه قشنگ درست میکنه. این میاد خونه شما رو اینجوری قشنگ گل با گل این صافش میکنه، این چالچولش درست میکنه، از گل این استفاده رو میکنه. اون هنرمند هست که از زشت‌ترین چیزها میتونه اینا رو تبدیل بکنه به چی؟ به یه چیز آموزشی و خوب، و اگر این باشه اشکال نداره. منتها نوع خواننده خودش باید انتخاب کنه. یا اینه امروز بچه های چیزهایی رو میدونن که من پیرمرد 77 ساله به هیچ عنوان نمیدونم و شما ها نمیدونید، بچه یه چیزهایی از آدم میپرسن. منباب نمونه مثلا فرض میکنیم، حالا اینجا یه خور خصوصی فیلم هم داره گرفته میشه، یه خانمی که من شوهرش شما خیلیاتون میشناسین، از دوستان بنده است و نقاشه، اما در از دکتره و بسیار بسیار انسان شریفی، من این خیلی خیلی دوست دارم، ایران هم نیست الان. این خانمش کودکستان داشت و میگفت من در رفتن سر کلاس و بچه های کودکستان اینا گفتم که بچه ها شما دیگه بزرگ شدین، دیگه ترسی نداره، هرچی شب هست روزم هست شما نباید بترسین، شما دیگه نباید پیش مامان بخوابین، شما دیگه باید برین اتاق سوا اتاق خودتون بخوابین اینها، و اصرار نکنه این کار رو. اینه همه گفتیم یه بچه بشن و خانم ها بگیم، گفتم بگو عزیزم چی شده، ما یه بابایی داریم هم میترسه هم فکر میکنه که بزرگ نشده، چون گفت بزرگ نشده و بنابراین اونجایی که ما باید میخوابیدیم عادی بابا اون میخوابه، نه من چی کارش کنم، چی بیدیم و چی کار کنیم، آقا بخوابیم یا نه، ای خانم بخوابیم یا نه. ببینید این تو این چه طرزیم، بعضی ها تو لبخندی بده اومد، میگی که ما یه بابایی داریم که هم میترسه شب و هم بزرگ نشده و بنابراین کجاش جاش اونجایی هست که شعله شما بیرون میکنید میرون اونجا میگه میخوابه. خب ببینید بچه با کمال صداقت و سادگی یه واقعیتی رو بیان میکنه که دیگه جاش اونجا نیست. این خیلی راحت میشه از این یا هر چیزی پیدا کرد. اگر هنرمند کارش این نباشه
که از کمترین و بدترین چیزی بود. راجع به این آب و گل گفتم، یه کوچیکی یادم اومد به نظرم، اون خیلی قشنگه، من اون خیلی دوست دارم. میگن ابو سعید اولخیر رفته بود توی کوچه داشت میرفت، بارون اومد، شب قبلش گل بود و ریخته شده بود و خیلی سخت. یه دختر بچه رفت و چیزی اون زمان تو کاسه میخریدن، یادتون باش، بسوردی نبود، ماس خریده بود، داشت میرفت، این طفلک سختی تو گل را میرفت، هی لیز میخورد، وقتا که آسفالت و اینا نبود دیگه، میره و بعد این شیخ ابو سعید اولخیر پشت سر این میرفت، دفعه چند صداش بودم که میگه دختر جان بهوش باش، زمین سخت لغزنده است، کاری کن که نیفتی، مواظب باش. این بر میگره و میگه من اگر بیفتم خود میفتم، تو اگر بیفتی خلقی میفتن. نکته جالبش اینه که من اگر لید بخورم و افتادن اینجا، یعنی اگر خطایی بکنم اون همه طرفدار تو هستن و چی میکنن، اونها از اینکه تو بیفتی میفتن، ولی من اگر بیفتم، یه دختر بچه معمولی هستم که هر حال میفتم. تا استاد ببینید، هم مولوی هم ابو سعید ابوالخیر اینا بالاخره در واقع حکمت میگفتند و مینوشتند و بله. معرفت میاموختند. ما میخواییم خودمان را بنویسیم و حالا شما یه عبارت برای خود هم آورده اید. بله. نوشتن از خود برای خود، که من اتفاقا وقتی دوستم همکارم در واقع گفتند که جناب عالی این موضوع رو فرمودید، گفتم حالا برای خودش چطور؟ ما میخواییم مثلا ممکنه گاهی بنویسیم چاپ بشه، ما بالاخره بله. مؤلف بشیم، آیا بازم برای خوده؟ به هر حال ما داریم قصه خودمون رو می‌نویسیم. ببینید ما یه واژه‌ای داریم به نام صداقت. بله. آدم با خودش صادق بوده و هر راست نشاید. ببینید وقتی با خودمون داریم برای خودمون می‌نویسیم، من این کتاب شما که غریبه نیستی رو از شما چه پنهان برای چاپ شدن به هیچ عنوان ننوشته بودم، یعنی خواستم خودم بریزم، خودم تکون بدم، یه خورده برم یه حموم نوشتن این دفعه دیگه خودم پاک کنم، تمیز کنم، اگر بشه این چرکای ذهنمو داره میخوره منو و من اینا رو هیچ جا نمیتونم بگم. و باور میکنید کسی که این میخوند، آقای خضرایی که میخوند، اون اومده با لحظه کرمانی تو بازاری و ارجمند داره موسیقیشو میسازه میاد، کتاب گویام داره در درش میاره، رسید به یه جایی، من تو اتاق فرمان بودم، اون داداش میخون، قهر کرد، چیز کرد، وای کرمانی تو من این نوشتی، من این هم بخونم. گفتم این، گفتم چیه؟ گفت توش مثلا فرض میکنم یه چیزی نوشته که، گفتم خب چی نوشته؟ نوشتم پدر من، چون پدر بزرگ من گفت تو بچت دوست نداری که رفتی و پدرت نشده چهار پنج سال و اینها، تا اگر این بچه رو دوست داشتی میدیدی، و پدر من رفت توی دستشویی و میخواست مدفوع من بخوره که به اینا ثابت بکنه که منو خیلی دوست داره. گفت این خیلی بده، من این نمیتونم بخونم، چیکار کنم بخونم؟ گفتم رضا جان تو بخون، من نوشتم. این اون زشتیه، اون زشتی که این چیز داره، مطمئن باش توی این نیست. اون که میخونه به هیچ عنوان به اون فکر نمیکنه، به اون کثافت فکر نمیکنه، این فکر میکنه یک کسی که مجنون دیوونه شو چیز شده، به قول معروف احساسات خودشو میخواد به نوعی که میتونه بیان بکنه. رفته ببین که مثلا فرض میکنیم، من حالا مثلا فرض میکنیم چی هست اینا، یعنی بهترین کاری که میتونی بگی من بچه‌م دوست دارم، برای اون اونه، این خودشو عوض کرده، اون دیگه اون مدفوع به قول من رو زشت نیست. نه. تو بخونش. درست. و میخونم ولی راضی نیست. خوند. سه چهار نفری که از اتفاقا از بچه های تلویزیون هم بودن. نه. حالا نمیخوام اسم بیارم. اونا که بازنشسته بودن تو اون استودیو بودن. نه. اینها نگاه کردن گفتن بچه ها صداقت نشون بودید. آیا اون کثافت یادتون اومد؟ یا مظلومیت اون بچه‌ای که حالا تازه اولین بار پدرش رو دیده و اینها، کدوم یکی اینا قوی تره؟ گفت اونها.
گفتم ببین پس بنابراین ما میتونیم بریم یه جایی، اما صداقت به آدم میگی که شما چیکار بکنید. بگذاریم، من خیلی پر حرفی کردم. حالا دوستانی که اونجا نشستن بله اگر کسی نکته ای داره شما مدیریت کنی. بله که بله چشم استاد. نکاتی آقای خون استاد سلام عزیزم. سلام عزیزم. ببخشی من از خیلی میکنم از محضر بزرگان بسای عدب منو ببخشید. باز افتخار ما خدمت شما این مایه مبارده. قربان شما خیلی. من دو سال سوال داشتم. یک کم واضح تر بگیم من. چشم. پیرم دیگه این گوش های. مخلص این هست مشکل از صدای من. عرض به خدمتون که دو تا سوال داشتم من از محضرتون. یکی همونجور که فرمودین ما تو کشورمون الان در حال حاضر چیزایی تجربه میکنیم که لزوماً سایر بخشای دنیا ازش درکی ندارن. حالا نمیگم کل دنیا، شاید بحث بحران اقتصادی و جنگ و هم تو اروپا هم تو آمریکا داشتیم. عرضم اینه که این تورم بعد بحث رکود حجمه رسانه‌ای و این قصه علاوه ما داریم الان یه وجه ماورایی از فشار رو توی ایران تجربه میکنیم. این خودش بستری با توجه به فرمایشات شما بستری میشه برای بروز ظهور یه رفتارهای نهنجارهایی که حالا خصیصهای دراماتیزه نوشتن کتاب هم توش در واقع درش پررنگه. میخوام بگم ما تو خاورمیانه مشخصا مستحق احترام بیشتری هستیم از طرف کل دنیا و اینکه دنیا با ما خوب تا نکرده رو حداقل میخواستم از شما بپرسم. شما فرزند زمانتون هستین و با قصه‌های مجید نشون دادید که جلوتر هستید از زمان اون کاراکترهایی که خلق کردین، اون ظرافتی که دارن یا اون لطافت خاص مختص شرق و مشخصا توش محسوس ارائه کردین. این که در واقع به طرز طعنه‌آمیزی حالا هم قصه‌های مجید هم سرنوشتی که شما داشتین چشم سرنوشتی که شما فرمودید و اون مدرسه آلیانس که الان رو به احتضاره یا سرنوشت بی بی و میخوام بگم این نجابت ایرانی رو مانع میبینید یا عرض به خدمتتون که همچنان فضیلت. یه سوال دیگه هم بپرسم ببخشید. این که شما در سادگویی و خلاصه‌گویی استاد هستید. شما خلاصه‌ش رو و بعد واضح ترش من خنگم تقریبا بتونم بفهمم بفرمایید که من شاید بتونم جواب استاد خلاصش رو بگم. این که بیمزگی بهتر از بدمزگی، چرا الان ته خیار تلخی گذشته رو نداریم؟ بیمزگی خب بدتر از بدمزگی است، چرا الان ته خیار مزه گذشته رو نداره، تلخی گذشته رو نداره؟ نمیدونم یعنی چی. ما هم نمیفهمیم چی میگه. خیلی وقتا میاد دفتر ما حرف میزنه نمیفهمیم. آخرش هم نداریم. ما چی که به من مربوطه. خب من یک کتاب نوشتم بنام تای خیار و این داستان استاد خطاطی است که نوشته زندگی تلخ است. چیزه ببخشید از خورتون زوغم متوجه نشد. میگی که زندگی مثل زندگی مثل خیار میماند، تهش تلخ. یعنی آدم وقتی که پیر میشه سختی ها و اینا بیشتر بهش فشار میاره، اون راحتی نداره. حالا گرچه خود داستان آخرش یه جور دیگه میشه، موقعیت دیگه. اینه شما در این میپرسین. حالا این که شما پرسیدین در هر صورت نوع کشاورزی و هر مثل هر چیز دیگه اون موقعیت خودشو شاید نداشته. در گذشته الان هم همین کار میکنن، میگردن تای خیار میکنن میدازن دور و کسایی که برحال خیلی از پیری هم میترسن شاید دوچار نومیدی بشن و احمقانه بخوان خودشون رو خلاص بکنن، تای زندگی به درشون اذیت میشن. نمیدونم الان سوال خیلی پیچیده بود باش موشه یه تیکه از یه داستان من گرفته که میگه که زندگی به خیار میماند تهش تلخه که این میگه و بعد حالا خود داستان
میرسه به اون ترش و میبینی که ترش یه جور دیگه میشه. اون که اون داستان باید بخونن متوجه بشن. بیان عرض به حضورتون که این که برای خود نوشتن، من اینو گفتم به این صورت که من اینو نوشتم و میخواستم یه خورده درصد با خودم خلوت کنم. این کتاب اگر که یه واژه بشه به کار برد، ببخشید دارین، به هر حال اگر توشم یک تعریف هست دیگه چاره ای ندارم، مجبورم اینجوری حرف بزنم. اینی که این در حقیقت نامه ای به خودم هست، تو کی هستی و چی کار کردی. اون تا اونجوری که دوست داشتم میتونستم نوشتم، به طنزش هم نگاه کردم. عرض به حضورتون که فکر کردم که خب حالا من این نوشتم، وقتی که نوشتم من اون زمان یک تپش قلبی داشتم که هر وقت دچار افسردگی میشدم، این چیزا پزشکان میگن آریتمی، خیلی اذیتم میکرد، فشارم میره بالا و پایین نمیومد، میرفتم بیمارستان قلب میخوابیدم و دیگه عادت کردم، اونجا یه چیزایی بهم میزدن، آمپولی چیزی میزدن، میومد پایین و درست میشد. حداقل من برای تو این نوشتم 7 بار 8 بار من بیمارستان رفتم برای این کار، چون فشار اینقدر فشار روانی آزارم میداد که خب مجبور میشدم که برم رو تخت بیمارستان بخوابم. عرض به حضورتون که بالاخره هر جوری بود خانمم رسم میگفت، میگفتش که گفتم هیچی، دارم زندگی خودم می نویسم. و بعد گفت دقیقا مثل زخمی می مونه که تو مرتب این خراش می دی و این خونابه می افته و دوباره هیچ وقت خوب نمی شه و خودت داری آزار می دی. اصلا هرچی بود همه آدم هایی که تو زندگی هستن با قول خودت یه سختی هایی، یه مشکلاتی، یه چیزایی داشتن، گذرگاه فراموش رو کردن، یادشون رفت. گفتم اما من نویسندم، نمی تونم، من باید اینا رو یه جوری بنویسم اینا رو و فرقم بکنم. قبلش هم رفتم 7-8-10 تا شاید بیشتر کتاب زندگی نامه های آدم های ایرانی رو و خارجی رو خوندم، کتاب مارلون براندو رو خوندم، کتاب چیزی رو خوندم، چارلی چاپلین رو، تعدادی کتاب های دیگه خوندم، بعضی از کتاب های سیاسی رو خوندم، ایرانی ها رو خوندم، خوندم که ببینم چی کار کردم. دیدم هیچ کدومش توشون تا اونجایی که ممکنه خارجی هاشون بیشتر صداقت نشون دادن تا ما. عرض به حضورتون گفتم خب حالا من بیان یه امتحان بکنم. یکی از اعضای خانواده رو که چیز هست، دخترم که اون وقت فکر کنم 16-17 سالش بود، گفتم خب این هم جوونه، هم دختر احساساتیه، هم پدرش دوست داره و اینا، میدم بخونم، اینا این طاقت داره اینا رو بخونه و به من بگه که تو اینو چاپ نکن، دست کسی نده، آبرو ریزی میشه، این نگرش دار برای خودت. و خلاصه دادم به این، 2-3 شب پشت اتاقش قدم زدم، نگاه کردم، دیدم چرا روشن داره میخونه، دست نوشتم میخونه و همون یه بارم خوندی، هرچی گفتم من درستش کردم، کار کردم روش بارها و بارها. بگذاریم، در هر صورت آخرش اومد گذشتش اونجا رو میز من و گفتش که خیلی اذیت شدم خوندن این، خیلی آزارم داد. گفتم خندیدی؟ گواره بعضی جاش خندیدم، ولی خب من دیگه دختر تو هستم، یه جور دیگه به تو نگاه میکنم. اما یه چی بهت بگم، تو هیچ کار بدی توی نکردی، نه پول کسی رو خوردی، نه کسی رو زدی، نه کسی رو اذیت کردی، نه به کسی ظلم کردی، نه هیچ کار بدی نکردی. از اون بابتش خود شرمنده نکن، یعنی فکر نکن خود کار بدی کردی. تو سختی و مشکلات رو مدیریت کردی و تونستی از یه بچه دهاتی تنها و بی کسی و تو مشت خرافات و مسائل و مشکلاتی که اون بیچارها روستایی ها داشتن و تو بیایی و تبدیل بشی به نویسنده ای که ترجمه میکنن کارتو، دعوتت میکنن، میری میایی چی میکنی، خودت درست، یعنی از خودت ساختی. این بیشتر آموزشی هست، این کار بود، تشویقم کرد. خلاص گفتم خب این حالا ای زنم خونده بود یه جور دین نگاه میکرد، یه نفر میگفتش که خدا کن اونجوری که مادرم بر فکر میکنم، من وقتی
دیر میرم خونه اونجوری نباشه، اون چیزی که فکر میکنه اونجوری باشه. حتما شنیدین دیگه، چون مادر آدم فکر میکنه ماشینش پنچر شده، افتادی تو جوی، افتادی تصادف کردی، یه جای گرفتنت، یه مسئله پیش اومده، الان حالت بد شده، بردن بیمارستان. زنش فکر میکنه یه جای نشستی به زن و بکوب و برخش و راز داری عشق و حال میکنه. دعا کن اونجوری که زنش فکر میکنه تو اتفاق میفته، نه اونجوری مادرت فکر میکنه. بگذاریم، در هر صورت این دیگه دخترم بود، گفتم حال میدم بزنم به خونه بون بخون بخون. بعضیش تا نصف خوندن، بعضیش یه خورده خوندن، گذاشتنش کنار. یه عده گفتن نمیتونیم تحمل کنیم، یه عده خلاصه در صورت یه جوری در رفتن، یکیشون هم خوند، یکی پسرم خوند. این اهالی خانواده رو امتحان کردم. بعد با ناشرم ما خیلی با هم دوستیم، با هم کوه میریم 20 سال 25 سال پنجشنبه تا ارتفاعات اینا میریم. گفتم یه چیزی میدم آقای رامسری بخونی، این برای چاپ نیست، با این فقط خودت بخونی، چون کتاب خون قهاریه. دادم بهش، گفتم باشه. دو هفته گذشته بود بهش زنگ زدم، لیما چیکارشون کرده؟ رامسری ها، من کرمونی هم، اون رامسری، دوتا تضاد جغرافیایی با هم عجیبی داریم. گفتم چیکاری با همون لحن شمالیش؟ گفت آقا نصف بیشترشم حروف چینی شده، تو چی داری میپرسی؟ گفتم آخه من نمیخواستم. گفت نمیدونی چیکار کرد با من این؟ و من دادم حروف چینیش کردن، کتابش میکنم، ولی اون که توی نقای چاپ من اون چرا که حروف چینی شده تمیزش بهت میدم. بگذاریم، در هر صورت واقعا واقعا دارم با صداقت دارم میگم، من برای این چاپ شدن این کار نکردم، که خب حال تأثیر گذاشت. ولی ببینید یکی از تأثیرش اینه، پروفسور پالیشوک اینو به فرانسه ترجمه کرده، خانم کارولین کراسکری هم به انگلیسی ترجمه کرده، هر دو تا فارسی مثل ماها میدونن، چون خانم کراسکری شوهرش ایرانی بوده، 16 17 سال هم تو ایران بوده. من همش بهش شوخی میکنم، میگم کارولین تو فارسیت بهتر از انگلیسیت بوده. و او میگه مادر من مریض بوده، باور میکنید این به هیچ عنوان یک ذره دروغ نمیگم، یه نفر از روسیه حرف بزنه، یه نفر از اونجا. گفت من مادرم مریض، بدون اکسیژن نمیتونه زندگی، همیشه یه اکسیژن با خودش داره، هم میکنه اینا تو بینیشه که میاد میره. من گاهی میرم خونهشون و بهش میگم مادر کاری داری من برات انجام بدم؟ و مثلا فرض کن غذایی داری درست کنم، بشورم جایی، کاری داری بکن؟ میگه نه، اون چرا که داری ترجمه میکنی بیا برای من بخون، او از همه چیز بهتر، بقیه خودشون میکنن این کارو. باور میکنید پروفسور پالیشوک که ایران شناسه، میگه من وجب وجب ایران میشناسم، مثل ما صحبت میکنه، ایشون رئیس چیزه دانشکده زبانهای دانشگاه زبانهای شرقی و شاخه ایرانیه و فارسی مثل ما صحبت میکنه، کتاب مینوشته راجع به جمالزاده، نوشته راجع به هدایت نوشته. گفت که من زنی دارم، آخر شب که بعد از اینکه کار میکردن روی کتاب تو میخوابیدم، یه شب رفتم یه صحنه این براش خوندم، هر وقت میرم میگه برو اونا که ترجمه کردی بیا برام بخون، بعد بگه بخواب. بعد من این کار فکر کنید، دو تا زن در دو تا کشوری که تقریبا دو تا قطب دیگه روبروی هم هستن، یک همچین تصوری رو داشتن. من تبلیغ این کتاب نمی کنم، کتاب به اندازه کافی فروش میره و چیزی نداره، ولی منظورم این که برای نوشتن دارم صحبت میکنم. وقتی شما مینویسین اگر با خودتون صداقت داشته باشین، با خودتون دروغ نگین، اون چرا که هست اینو بنویسین راحت میشه. اما بعضی وقتا نمیشه. من توی خیریه رفتم که اکثرا خانما هستن، یه خانمی هم اونجا رو درست کرده، مثل خیریهش هم مهره اسمش، مالیش پزشکی هست که مشهدیه، و رفتم اونجا، خانم حاجی نصرالله میر برای اونا، این رفت برایش خونده بود، 35-6 نفر هست. گفت نه خیلی دوست دارن تو رو از نزدیک ببینن، بیا ببینه. چون رفتم اونجا تو اون خیریه، تو اون کلاس شو رفتم، و بعضی ها گفتن ما شروع کردیم به نوشتن، از روزی نوشتیم خودمون راحت شدیم. اما تو مردی میتونی خودتو
اینقدر خوب راحت لخ کنی و همه چیز بگی. ما زنیم، ما شوهر داریم، بچه داریم، حال معتاد شدیم، اینجوری شدیم، بدبختی کشیدیم، مشکلات داریم، اومدیم اینجا گرسنه نیستیم، ما اومدیم مثلا فرضیم کتاب بخونیم، کار بیشتر کارا فرهنگی بهشون میده و بنابراین تو نکنیم. ولی برای خودم نوشتم، من شاید بدون اقرار 100 نفر میشناسم که رفتم از زندگیشون نوشتن، با صداقت نوشتن. این تو این شوشه یه جایی خوندم، فکر میکنم مال فروید باشه، هر نوع تخلیه لذت بخشه، هر نوع تغذیه میخوا فکر بدن بکنیم بکنیم، هیچ اشکالی نداره، هر نوع تخلیه که شما بر وجودتون بیاد بیرون، حال چه بهتر از فکرتون بیاد بیرون، یعنی اون چی که بود بنویسین اینو و برای خودتون بنویسین، هیچ اشکال نداره. خیلی من وقتی برای خود وقتی که جمله دوم و موقعیت دوم گفتین، یعنی این، یعنی می نویسین فکر نکنه یک کسی می خونه آبروتون میره، فکر نکنه یک کسی می خونه می فهمه شما مثلا فرض میکنیم با خودتون چی می کنین، با دیگری چی کار کردین، به چی کسی ظلم کردین، چی کسی بهتون ظلم کرده. دوستی و رفاقت و دشمن سازی و دوست سازی رو می ذارین کنار. بله متشکرم. بچه ما میخواییم رفع زحمت کنیم خدمت استاد، اما اگه نکته ضروری هست یه نکته بشنویم. سلام خدمت جناب مرادی، من اولش یه تشکر ویژه بکنم بابت خلق اثر قصه های مجید و لحظاتی که شیرین، لحظات شیرینی که دو دوران کودکی و نوجوانی برای ما خلق کردید. من خیلی خلاصه بپرسم، من دلم میخواست حالت موضوع ما موضوع به اصطلاح نوشتن از خود برای خود هست، ولی من دلم میخواست بدونم که اون چیزی که برای شما ایجاد انگیزه کرده برای نوشتن و خلق داستان ها، آیا صرفا فقط اینی که خودتون رو بیرون پاشیدید، خودتون رو خالی کردید و اینکه افکارتون رو یه بازنگری کردید روی کاغذ پیاده کردید، یا نه بازخوردهایی که از مثلا خواننده هاتون داشتید این انگیزه رو در شما ایجاد کرده؟ ممنون از شما. دوتاشون گفتم، بقیهشون تو ایران هم زیاد بوده، خیلی 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 زیاد بوده که گفتن ما اینجوری شد. و بعضیشون به من میگن که اگر یک واژه‌ای بخواد بگی در این مورد چی هست، دقیقا من غیر واژه صداقت هیچ چیز دیگه نمیتونم پیدا بکنم و جاش بذارم. و دیدم مردم چقدر تشنن، چقدر تشنه گفتنن. سیاسی ها رو خوندم، دیدم 90% اینا خودشون توجیه کردن، خواستم بگن بله ما اونجا اینو گفتیم، اگر این کار کردن خیلی بهتر میشد، نکردن، ما اینجا اینو گفتیم. اینجا دیگری هم همینجور. یکی از دلایل این که حالا این همه مقدماتی که اومدم که گفتم تفاوت بین ما و خارجی ها این هست، خارجی ها خیلی راحت حرفشون میزنن. مارلون براندو خیلی جاها میگه، میرفتم تو فیلم چاپلین غذا بخوریم، چاپلین نیست خودش بدبختی و فلاکت کشیده، میگه هر شب من خواب مرغ میبینم، با این بزرگترین استودیوی هالیوود داشته و میتونست بخره. و خودش چارلی چاپلین میگه که چیزه، مارلون براندو میگه من و صوفی آلدانی رفتیم تو فیلمش، زور رفت یه از ساندویچ تخم مرغایی که هیچ کس نمیخوره کنار خیابون دارن حراج میکنن، مثلا فرض میکنیم یارو میاد بیا اینا برداریم ببرین، میری اینا رو میخره میده به من و صوفی آلدانی و اینا میگه شما بخورین. یعنی خودش اینقدر این آدم نخورده و سختی کشیده و یه حرف های اینا. ولی بالاخره عرف جامعه تا جامعه فرق میکنه. بله حالا هر جامعه را این بله این میپذیر، یعنی هنجار نسخه هیچ جامعه رو نمیشه برای جامعه دیگه تجویز کرد. همونطور که حال کسی رو نمیشه برای حال دیگه تجویز، همونطور که ما بعضی از هنجارهای جوامع دیگر رو آوردیم اینجا و بد شده. یعنی این که ما توی یه برنامه تلویزیونی از یک خانم جوانی، مرد جوانی، از خانم جوانی بپرسه که تا حالا عاشق شدی و چه جوری عاشق شدی، این ناهنجاره تو جامعه ما. بله وقتی میپرسیم چه جوری، یعنی انتظار داریم یه چیزایی رو بشنویم دیگه، یه چیزای خاص بالاخره پنهان که در جامعه ما به هر حال ناگفتنی، کاری به جمهوری اسلامی هم حتی نداره، ولی تو فرهنگ ایرانی اینها ناگفتنی است. اینا و مانند اینا، اینا شاید برای همون اون سوال رو عرض کردم که با وجود این هنجارهایی که تو جامعه ما هست و دیرین هست، ریشه دار هست، حالا حد
به اصطلاح افشاگری یا خود افشایی تا کجاست؟ که حالا البته توضیحاتی که دادی کم و بیش روشنه. نمیشه گفت من حداقل 4-5 نفر بالاخره یه کسی مثل من با این رو تعریف کردم. من گفتم حتی این برای خودت هم ننویسی. تموم شد. احسن. این که وقتی گفتم برای خود، یعنی شما وقتی که تنها میشین یه چیزی روی کاغذ بیارین ببینید چقدر سبک میشین، نمیدونی چه معجزه ای میکنی. بی خود نیستی. پزشکای روان، پزشک و مال اعصاب و روان هستن، میگن برید و بنویسید. خیلی راحت، دقیقا مثل یه آینه میمونه. نمیدونم حالا چی بود، من یه چیزی آورده بودم اینجا، اگه اجازه بدیم معارف 5-6 دقیقه بیشتر طول نمیکشه که این گرفته. و این چکیده همه ی حرفایی که من یه ساعت نیم برای شما زدم اینجا زده میشه. دست بزنیم برای استاد. خیلی ممنون. جلسه خواستگاریه، بالاخره حالشون خوب باشه. این تایی کتاب شما که چیز مجلس های مجید چاپ شده. آره این 5-6 دقیقه اجازه بدین طول بکش که من نتیجه همه حرفا تو این هست. اسمش هست آینه قلب ها. اینو من در یه سالی که تو برلین بودم و جایزه یعنی لوح تقدیر هانس کریستیان اندرسن رو من نوشتم و توی این انگیزه ای نوشتن رو و برای خود نوشتن گفتم. نوشتم خانم ها و آقایان سلام. زمستان های سخت و طولانی که برف راه های روسته ها به شهر را میبست. ببخشید من اینه که معوض کنم. زمستان‌های سخت و طولانی که برف راه‌های روستاهای شهر را می‌بست، خانه ما درمانگاه بچه‌های بیمار می‌شد. مادر بزرگم پزشک سنتی روستا بود. او با خوراندن شیره گیاهان بدمزه کوهی، داغ کردن پیشانی و چرب کردن تن با روغن‌های بدبو بچه‌های بیمار را معالجه می‌کرد. من که 8 سال داشتم وردستش بودم. او جلوی چشمهای بیماران وحشت‌زده همه کارها و مراسم معالجه را روی تن من امتحان میکرد تا ترس بچه‌ها بریزد و به معالجه تن در دهند. گاهی مجبور میشدم که با گفتن قصه‌ها و شعرهایی که از خودم میساختم و یا از مادران روستایی میشنیدم سر بچه‌ها را گرم کنم تا دارو اثر کند. این که میبینی در بزرگسالی کارمند وزارت بهداشت و درمان شدم و قصه نویس کودکان و نوجوانان از همونجا شروع شد. از همون وقت شیفته ی افسانه ها، شعرهای محلی، آداب و رسوم مردم روستا شدم. رنج و تلخی زندگی بچه ها را با گوشت و پوستم حس کردم و اینها دستوایه اصلی و همیشگی داستانهای من شد. از میان قصه هایی که از همون موقع به درم نشست و هیچگاه فراموشش نمی کنم اینه. تمام حرفم در این قصه هست که حداقل به 50 زبان این ترجمه شده. چرا؟ چون اونجایی که من خانم انصاری اینو به انگلیسی ترجمه کردن و خوندن که من نمیتونستم بخونم. عرض به حضورتون که حدوداً 60-70 تا 80 تا کشور شرکت کرده بودن. جایزه اندرسن بعد از جایزه نوبل بزرگترین جایزه جهانیه و اینا همه بودن اینو خوندن و خیلی جاها اینو تعدادیش هم برای من فرستادن. آره همون موقع به درم و از میان قصه هایی که از همون موقع به درم نشست و هیچگاه فراموشش نمی کنم قصه دختره کوچولو تنها و بیکس بود که از مال دنیا فقط یک آینه داشت و یادگار مادرش بود. او گوسفندان را به چرا می برد، شیرشان را می دوشید، از سر چشم آب می آورد و نان می پخت. فرصت نداشت و نمی توانست با بچه ها حرف بزند و با آنها بازی کند. او حساس و خیال پرداز بود. برای آدم ها، کوها، ستاره و چشمه و گاو و گوسفند و هر چرا که می دید داستان می ساخت، اما هرگز آنها را برای کسی تعریف نمی کرد. یک روز زن کولی دورگردی از نگاه سرگردان صورت راغر و رنگ پریده دختر فهمید که توی دل و ذهن او قصه و شعر و حرفهای بسیاری پنهان شد و روز به روز زیادتر می شوند.
اونقدر که تن دخترک نمیتواند اون همه قصه را تحمل کند و آخرت قصه ها و شعرها دخترک را میکشند. این بود که گفت از خمیری که به تو میدهند تا برای خودت نان بپزی آدمکی خمیری درست کن و برایش قصه و شعرهایت را بگو تا سبک شوی. دخترک همین کار را کرد. هر روز از نانش کم کرد و آدمک ساخت. آینه مادرش را شکست و خورده هایش را توی سینه آدمک ها گذاشت. موقع خواب برای آدمک ها قصه ها و شعرهایش را گفت و خودش را توی تیکه ای از آینه مادرش دید. وقتی به خواب می رفت آدمک ها که پر از قصه شده بودند راه می افتادن و از راه های روستایی به روستاهای به شهرهای دیگر می رفتن. دخترک برای گفتن قصه بیشتر مجبور بود آدمک بزرگتری درست کند و نانش روز به روز کوچکتر می شود. از تنش مایه می گذاشت اما با گفتن هر قصه روحش سبک و سبکتر می شود و آرام می گرفت و آخر هر قصه این شعر روستایی را به عنوان سرراهی آدمک ها می خواند. گلی از دست من بستون و بو کن، میونه هر دو زلفونه فرو کن، به هر جایی که رفتی من نبودم بشین و با خود گل گفتگو کن. با پایان داستان دخترک کاری نداریم. اینجور دخترک ها و پسرک ها همیشه و همه جا هستند و قصه هایشان را آدمک ها اینجا و اونجا میبرند. آدمک های من از روستای من بیرون آمدند، روستاهای ایران و شهرهای ایران را گشتند و با بچه ها و آدم بزرگ ها که روحیه بچه ها دارند حرف زدند. امروز از مرز کشورها رد شدند و خودشان را به هیئت داوری جایزه جهانی اندرسن رساندند. داوران بسیاری از بچه های روستایی جهان، خصوصا روستاهای کشورهای آسیایی را در آینه سینه آدمک های من دیدند و حرفها و قصه های اونا به دلشان نشست. به عنوان یک نویسنده ایرانی سپاسگزار و خوشحالم که آدمک ها نه ببخشید قصه های ساده مرا پسندیده اید. آدمک های زیادی از روستاهای کشور من و از همه روستاهای جهان در راه و دارند به سوی شما میآیند. دوستان عزیز من، برای آغوش کشیدن آدمک های قصه گو آغوش بکشایید. هوشنگ مرادی کرمانی، سپتامبر 1992، برلین. بحبه. خیلی ممنون. بحبه. این داستان دخترک داستان همه ماست و این چکیده اون چرایی که گفتم، خود باشید، برای خود بنویسید، برای خود بنویسید و فکر نکنید دیگری میخونه و چاپش نمیخونه. اما اون چرایی که دوست عزیزم گفت فرق میکنه. ما در جامعه زندگی میکنیم که بسیار پوشیدگویی داریم و معمول هست که بگیم هیچ وقت نگو به کسی که من چقدر پول دارم، چون دشمن پیدا میکنی. یا برادرت میخواد یا دوستت میخواد ازت میگیره، اگر ازش بخوای بهت میگی گدایی، نفهمی، بیشعوری و خسیسی، همه این رو به آدم میگه. هیچ وقت دینت هم به کسی نگو، عقایدت هم بگی، یه روز علیه خودت به کارش میبره، پدرت در میاره، میر میگی این هم تو فکرایی داره، فکر خطرناکی داره. و هیچ وقت هم به قول معروف راز دل و نقشه آیندت هم نگو، چون اگر شکست بخوری میگم 20 بار بی احمق گفتم این کار نکن، کرد، آخرش هم اینجوری شد. اگرم موفق بشی من 10-12 بار بهش گفتم، عقلش نمیرسی که بهش گفتم این کار بکن روزگارت بهتر میشه و این کاری کرد و موفق شد.